جان، فرزندتان شاب باس به بالین شما اومده. نزدیکی بیا عباس میرزا، نزدیک بیا. عجب که توار نیستی برای چند لحظه سراغ پدر محتضرت بیای. گمان نمی بردم اشتغال مدامت به حفظ قدرت و نقشه قتل این و آن وقتی برایت باقی گذاشته باشه. باقی گذاشته اما خوشحالم که آمده، خوشحالم من قبل نفس آخر، نفس آخر میتوانم مطلبی را بیواه مو رو در رو به تو بگویم. فرزندم، آنچه تو با پدر خود شردی یقین داشته باش، روزی فرزندانت با تو خواهند کرد. آنکه باد میکارد توفان درو میکند، هر آلنن ورسن او آلنن آلارسن. بزرگ وقتی خوابید چرا همه گریه کردید؟ چون دیگر از این خواب بیدار نمی شود. اتفاقی که دیر یا زود برای پدرت هم خواهد افتاد. پدر بزرگ به پدرم گفت هر آلنن ورسون و آلنن آلارسون، یعنی چی مادر؟ یعنی با هر دست که بدهی با همون دست هم پس می گیری. چی رو با همون دست پس می گیری؟ همون چیزی را که در آینده تو از دست پدرت خواهی گرفت، به هر قیمتی که شده. مادرت این امیرزاده چرکز جنگل‌های شمال خزر که حالا پی سالها اقامت در این سرای پر خدعه جز تو دلخوش کنکی ندارد، تا پای جان یاریت خواهد کرد. ضمناً اگر نمی‌خواهی یک چارک فلفل بهبهان را میهمان دهانت کنم، دیگر نباید به آن سوگلی بی اصل و نسب شاه اجازه دهی دست نوازش روی شانه‌ات بگذارد. فهمیدی؟ بله مادر. دخترک خیره سر، هنوز یکی دو سنبله بیشتر نیست
که از کوره دهات‌های جبل عامل پا به قصر شاهی گذاشته، اما انگار از یادش رفته است آفتاب اگر هم از تلاست، باز هم جایش در خلاست. الله وای، این کدام تقدیر شو بود که خونه این فال به نام من بیچاره زدن؟ طفل چند ساله دور از خانه من بودم که جا مرکزید باش مادرم را از آغوش این مرد که ناسلامت شوهرش بود بیرون کشیده و خفش کردن. وای پاپیان داغ اوزما در نوجوانی للی دلسوزم عالی خونی خان را کشتند تا مرا خار و ذلیل تر کنند. هنوز بر تخت شاهی ننشسته، هزار توتی رنگ برنگ بر ضد ما تدارک دیدند. شیطنت و دسیسه می کنند، ما باید عفو کنیم. خاک ایران را قطع قطع می کنند، ما باید عفو کنیم. بس کن عباس میرزا. عباس میرزا نه، شعباس. وجود شاه عباس غرور و متانتی دیدم که اکنون در وجود شما نمی بینم. در این لحظه های شوم قماندو موظفید به اینکه همچون همه شاهان بزرگ تاریخ شأن و مقام و مرتبه ی خیش را حفظ کنید. ای لعنت اون لحظه ای که من زاده شدم. الله الله معاذ الله که با لعنه تولد خیش کرده و به همه ی آفرینش الهی لعنت میفرستید. شما را به خاک مطهر شیخ صفی الدین سوگند برخیزید و چون یک مرد تازیانه های روزگار را تاب بیاورید. برخیزید. اگه این روزا کمتر مزاحمتم میرزا، برای ای که خوب میدونم اندازه غم تو زیاد از حد. این ناچیز تسلاییه که من میتونم بهت بدم. نمچرا ای قبیل اوقات آمیخته با بلا بیشتر یاد خدا میفتیم. در بلا معلوممون میشه چقدر ناتوانی، در بلا امتحان میشیم و میفهمیم که چقدر نیازمند خدایی. تا اونجا که به نسبت ما با مرگ مربوط میشه، از درویش گرفته تا پادشاه همه ما بازنده این میرزا. توفیر شاید دریه که بازنده خوب داریم و بازنده بد. ای که هر کدوم ما جزو کدوم دسته ایم، بسه نسبت ما با او کس بی کسویه که بهتر من برم و تو رو باش تهنو بگذارم. نامه به سلطان عثمانی؟ آخر چرا؟ چاره ای نداشتم. به گمان بودم با این کار زهر چشمی از شاه گرفته و اندکی به کار مملکت داری به قاعده تر می شود. بانگهی وقتی در باب سرداران استرداد شده آن بیرحمی را کرد، چه ضمانتی است که فردای مبادا با شوی شما این معامله را نکند؟ مادر جان دیر وقت است، بهتر است تو دیگر بروی بخواب. مادر من خوبم نمیاد. دیر وقت است مادر جان، برو بخواب، ببریدش. اشتباه بزرگی کردید حضرت خان. شاه خطاکار و کینتوز جای خود، ملت مظلوم هم این قسم گیگاش های سیاستکارانه را نمیبخشد. توسل به اجانب تما در کدام فقره مفید به فایده بوده که این نوبه نیز باشد؟ جمیع عمه و معصومین را گواه میگیرم که خراج من در این اقدام نبود مگر حفظ جان و مال و خاک و ناموس رعایای گیلانی از گزند تیغ قشون غدار تختگاه. من فیلیز شما را میشناسم، میدانم که دروغ نمیگویید. جوان خام میپندارد اگر توانسته خراج و مرض اصلی خود را از افاع عموم پنهان کند، از من هم میتواند. کدام قرض و مرض حضرت خان؟
عباس میرزا چشم طمع به ابریشم مرغوب گیلان دارد. او تدریجاً دارد تجارت محصول ابریشم را منحصر به خیش میکند. از رعایای بینوا ارزان میخرد و به تجار دیگر بلاد به چند ده برابر میفروشد. در هیچ کجای ایران احدی حق ندارد محصول ابریشم خود را به خریداری جز عمال شاه بفروشد. اما پیلور این ولا محصول ابریشم خود را عادلانه و بلا واسطه به هر کسی که بخواهد میفروشد و برادرزاده شما تا به تأمل این معنا را ندارد. با این اوصاف حالا میفرمایید چه کار باید کرد؟ دلاشوبه در باب این ایام تا و قدار را بهتر است بگذارید برای این پیرمرد، آن هم در این سیاه وقتی که سوگوار مرگ برادرتان مرحوم شاه مازی هستی. از این تعزیت مرا چه سود و فایده؟ برادر به سرای رفت که احدی را جوهر رجعت از اون نیست. حالا شما و دخترم تنها کسان من هستید. شوی شما شاهزاده خانم عزم جزم کرده به این که به هیچ خواسته ای از جانب شاه تمکین نکند. نهایت این مرافع پیشا پیش معلوم است. حساب من و ایشان به سیاق علمای علم المنطق حساب جمع نقیزین است. این میانه هر طرف که مغلوب شود و پاشه این در به هر جانب که بچرخد، شما و دختتان که عقدی ولایت عهد شاه است از هر گزندی مسئول خواهید بود. رخصت بدهید همسرتان در مقام عمه شاه راهی تختگاه شده و با کمال میل پادرمیانی میکند. میخواهید ناموس خود را و چلو مصالحه افتجان کنم بانو؟ خدا به احمد مرگ بدهد اگر به چنین زلتی تن دردهد. خدا به مریم سلطان هم مرگ بدهد اگر در این واویلا لحظه شوی خیش را تنها بگذارد. اما اگر به هیچ کدام از خواسته های شاه تمکین نکنید، اون حکمن فرمان محاربه میدهد. آیا یارای مدافع دارید؟ به قول ما گیله ها بالای دوساق سوساق نیکه. ناگزیر باشیم چاره ای نداریم. با این حال صلاح میدانیم ایزن برایش نامه‌ای بفرستیم جهت اینکه از خدا بترسد و از مرکب نفس اماره پیاده شود. اول چپر، دویم خبر، هیچ شک نشد سیوم تبر. ایری آغاش تو زلمز مگر کس بگینن؟ به همون خدایی که من و این من اون را آفریده سوگند، دیگر شفاعت هیچ دیار البشری را در این فگره نمیپذیریم. دست خطی که این من اون جهت ما فلوس داده یک معنا بیش ندارد. جزمن فیلی الا فیلی هم ختم این قائله نمی کند. فراتخان قراماللو، جناب همایونی، در غیبت حضور گلدر آسی الله وردی خان که روانه خراسان شده، این امر خطیره به شما محول می شود که خروس خان فردا شرط ساعت دیدن ساعت از جانب منجم باشی زمیمه قشون تحت فرمان از راه قزیل آغاج و دریا کنار به حومه حکومت خان گیلان هجمه کنید. امر مطاع است. آمیر؟ جناب مرشد کامل، دست خط کنید از جانب ما جهت امیر سیاوش تفنگچی آسی در فگره همراهی سپاهیانش با قشون فرهادخان قرماللو. پس اون فردا اول ماه رجب است. زیاده تا 15 رجب سر خان احمد گیلانی را میخواهیم. حضرت اقدس، ضعیفه کمینه جسارت میکنم به عرض این که خصم مورد هجمه شوهر ام شماست و دخترش عقدی ولایت عهد شما. ضعیفم ملتمسم به رضای سلطان جهت گذشتن از خون خان گیلان. در این فقره خونی جای ملاحظات زنانه نیست خان بیبی. حکم همان است که گفتیم. Thank you.
این روزها هر کجا که شاه خلوت می کند می بینم که این گوشه و اون گوشه پاپه او می شوی که چه؟ این گناه بزرگی است که زنی نگران شوی خود باشد. خدا از دلت بشنود حکیم خاتم، اما تو که خوب می دونی اون که برادرزاده ما خواهان نگرانیش در خصوص حال و احوال خیش است، اون دختر جوان جبل عاملی است که تو یکی چشم دیدنش را نداری. شما چرا ناراحت این معنا هستید شاهزاده خانم؟ نکند از این حیث که خودتان بانی این امر خیر شده اید؟ خدا رحمت کند شوی شما علی قلی خان را انقدر زنده نماند که بر سرتان هوا بیاورد، تا امروز بفهمید که من چه میکشم. چیزی شده شهزاده خانم؟ فیزولی مو گفت. جناب حاتم بیگ قربان. منصب نو مبارک جناب حاتم بیگ. ممنونم آقا. تکلیف سنگینی بر گرده شما بود که دست سرنوشت حالیه بر این فقیر احالش کرده است. با این حال تردید دارم که بتوانم به سیاق شما از پس این تکلیف برایم. در توانایی خود تردید نکنید. هرچند شاه جوان خام است، اما در انتخاب رجل لایق کمتر اشتباه می کند. هرچند قدرت فصلی است و هر آن که بر مسند امور نشیند حکم دولت مستأجر را دارد. جناب حاتم بیگ، به هر حال خدا را شاکرم که پس از عزل بنده جبه صدر اعظمی تنپوش یکی از اخلاف وطن دوست خواجه نصیر الدین طوسی شد که انشالله منشأ خدمات وافره به رعیت بینوا باشد. بنده هرچند اشد مسایی و اهتمام خود مصروف خدمت صادقانه خواهم داشت، با این حال جهت دوری از کسری و کاستی ها محتاج نصایح گرانقدر جنابانی نظیر شما نیز هستم. من که آفتاب لب بونم آقا، حالا که به گوشه افتادم و دیگه حتی کسی اشاره‌ای به نام من نمی کنه، چی میتونم به شما بگم الا ای که اگه یک دهم عمری رو که جهت خدمت به سلاطین مصروف کردم برای رضای خدا و جهت خدمت به بندگان خدا مصروف می کردم، امروز در این کنج عزلت حالی به از این داشتم که می بینید. ترسیدم و لرزیدم که نکنه حرف و کلومی از دهنم در بیاد که شاه و نسبت به من و خونمونم خشبین کنه. اما حالا بی ترس و واهمه میگم، فریب زرق و برق و جاه و مقامو نخورید و بیش از این که به رضایت سلطان بیندیشید به اجابت امر پروردگار دل ببندید، که چه بسا رعیتی فقیر و بینام و نشان
از نظر او اجر و قربی صد مرتبه بیش از سلاطین همه عالم داشته باشه. اگه غیر بیندیشید همه عمرتونو مثل من باختید. سراغ فرات خان وضعیت سپاه و گزارش کنه. شغلم قربان. قربان، سپاه خان احمد به اشد توش و توان دارن مقابله میکنن. در بخش میمنه گوشون ما تلفات قربان قابل ملاحظه است. در بخش میسره نیز به سبب کسرت سپاه خصم گوشون ما ناگزیر عقب نشست. فرماندهی گوشون خان احمد با کیست؟ تال شکولی سپه سالار لاهتان و میرباس سلطانی سردار ارشد خان احمد. بسیار خوب، تو برو. اطاعت. فیلفور میرسا بنویس گوشون رو خبر کن. چه فکری در سر دارید فرهاد خان؟ تا مزال مکتزی فوت نشده باید دست خط بفرستیم برای فرماندهان سپاه خصم. و ماده دست خط؟ این دو نفر هر اندازم که وفادار باشند قیمتی دارند. اجمالاً فرمان عقب نشینی و آتش بس بدهید. شیپوری آتش بس. Thank you.
از جانب مبارک شاه فریدون معدلت جمشید رتبت و کیوان رفعت ایران وکالتنامه دارم به این که به ازای تسلیم قشون تحت فرمان بی فوت وقت حکمرانی دو بخش شرقی و غربی خطه گیلان به جنابان فخر ملت تالش کوری و میر عباس سلطانی به نحو مادام العمر واگذار شود. به مصداق العاقل و یکفی بالاشاره ضمیر منور آقایان مستحضر است که اگر منوال جز این باشد حتی در پیش کست احتمالی گشون ما گشونی ده چندان به امر سلطان خورشید طلعت به سمت این ناحیه گسیل خواهد شد که نه از تاک نشانی خواهد ماند و نه از تاک نشان. علی حال اگر اختر جنابان به مطابقت با آسمان علوف گردون ارادی شاهی مطابقت دارد رمز توافق فیما به این سیلی سرخیست که برگونه پیک گسیل شده ما میزنید. حمزه گولی شیر آمدی یا روباه؟ اشت ندارم نبیردش گربان بجار کاری که نمیشنوی مردک پیش از این نبیدم گربان اما گربانم بی سبب سیلی سنگینی که تالشه کولی بر بناگوشم نبخ این یک گوشم کار شده باشه. خبر مسرت بخشی سپاه را آماده ای حمله کنید. روی چکر سیاه خبر ناگوار دارم. به رغم مدافع جانانی جان نساران جنگ به نفع سپاه شاهی مغلوب شد. نمیفهمم تا دیروز که خبر از هزیمت لشکر دشمن بود. همینطور است جناب فرخنده نشان. اما چه؟ من قبل هجمه نهایی به ما خیانت شده. تالش کلی و میرعباس سلطانی فرماندهان سپاه ما از پی نامه ارسالی فرمانده سپاه دشمن فرهاد خان قرمانلو دائر بر وعده وزارت با بخش اعظم سپاه خود به اردوی صفوی پیوستند. بل باقی سپاه به جهت مقاومت در هم کوبیده شدند. چه شدی حضرت خان؟ خیانت شاهزاده خانم. خیانت کل بوش نزه میونه سگ و شغال آشتی بابو. جناب خان اکنون وقت دست دست در این فقره نیست. میگویید چه کار کنم؟ نفوس لاهی جان و توابه که عام و خاص آماده دفاع و مقاومتند. بله دیگر همینم منده که سر رعیت بینوا را هم برباد دهم. با گمانم بهتر از تدیر نشده از راه لنگرود رودسر خود را به قایق یا جهازی رسنده و از آنجا به منطقه شروان در حوزه حکومت عثمانی بروید. آن وقت در بو خواهند دمید که خان احمد به اجنبی پناه برده. اما شاید اگر مدت همگی از اینجا دور شویم یک نحوی دوباره راه مراجعت میسر بشود. بسیار خوب این ننگ را هم اضافه بر ننگ های پیشین میپذیرم. خدایا مسببش را خودت رو سیاه کن. قربان شاید بهتر باشد حرکت در دو گروه انجام شود. در بد و امر شما و خواجه حسام و تنی از تفنگچیان، پاپه شما شاهزاده خانم و دخت گرامیتان و الباقی اهل بیت شریف. نکند میخواهید تهمت بیناموسی هم بر دیگر اتهامات ما اضافه شود؟ همه با هم جناب خان به گمانم حق با کیا فریدون باشد. سپاه شاهی دنبال ردپای شماست. در این گرد و غبار دیگر کسی را با اهل این خانه کاری نیست، خاصه آنکه بزرگ اندرونی شما
دخت مکرم شاه طهماسب فقید است. وعده ما اما شروان نیست. ساحل رودسر به هم میپیوندیم و از آن نقطه به بعد کنار هم خواهیم بود. پس تدیر نشده بشتابید جناب خان. کیا فریدون؟ جناب علی جان. عهد و عیال خود را به تو میسپارد. آنها را ساق و سلامت در ساحل سپیدرود به ما ملحق کن. خاطر جمع باشید قربان. به امید دیدار همسر مهربان من. دست حق نگهدار آقای خانه من. پدر جان من هم میخواهم با شما بیایم. تو با مادرت خواهی آمد دل بند. باشید سریع تر چیزی نشکنه دار سریع به جنبید سریع تر افتدایی را ببرید. جانب فرهاد خان کارمانلو فرمانده گوشون صفوی پیشنهاد سخاوتمندانه ای برای شما دارم. متن پیشنهاد در این مکتوب است. شما مشغول باشید. دنبال من بیاید. جناب کیافریدون کلهم اهل حرم آماده حرکتند. مرا عفو کنید شاهزاده خانم. برای چه؟ چاکر مقیدم به رأی برادرزاده شما شاه عباس بزرگ و مکلف به این که بنا به خواست سلطان شما و دختر گرامیتان را از راه سبام جانب قزوین برده و به حضور شاه جهان مطاع برسانم. خیانت در امانت؟ به خدا که این آب و خاک از حیث تیره روزی هرچی میکشد به سبب وجود خائنین چونتا میکشد. من مطیع اوامر شاه ایران هستم. نه ترسی از خدا نه اطاعت امر شاه. آنچه تو میکنی به واسطه کینه دیرینه ایست که از شوی من داری. اون تو را از سپه سالاری لاهیجان به سبب ستمی که در حق رعایا میکردی خل کرد. اما انگار این تنبیه برای تو اندک بود. باید همان وقت فرمان قتل تو را میداد تا از شمار خائنین یکی کاستی شود. خائن و شما ما مطیع اوامر شاهزاده خانم هستیم. بسیار خوب پس حرکت میکنیم. بزارم یقش درم I'm coming I'm coming
نسبت به دخت مکرم شاه طهماسب مرحوم شاهزاده خانم مریم سلطان ادای احترام کنید. شاهزاده خانم، ساکر جسارتم مامورم به این که شما و دخت معززتان را با کمال احترام به دربار مرشد کامل ببرم. بنده را عفو بفرمایید. مادر، dağlar sende gözüm var, ay mende derde düzüm var. Ay dağlar sende gözüm var, ay mende derde düzüm var. Haber verin yar gelsin, ay yüreğimde sözüm var. Gel bize gel bize. Bir şey misin bacı can? خاله جان گلرخ، شربت ریواز بخوری تبعید خونک میشه. گل بیزه گل بیزه گل بیزه یار قربانم اوگا حضرت سلطان ابن سلطان تشریف فرما میشوند. راحت الان راحت الان. خوش گلیبسن نازلی بالاتی ایران، اینگار بی بی خانم معزیز ما از دیدن برادرزاده دلشاد نیستن. احوال همشیره و همشیرزاده در پی گیل و گال گیلان وقت میبرد تا به قاعده شود مرشید کامل. اکراه نکن خواهر جان، حال مریم سلطان اونگت به قاعده است تا عرض کند در مقام یکی از نفوس این آب و خاک و بسته خونی این خاندان مطیع است به خواست و اراده شاه جنت مکان. اما به عنوان همسر وفادار خانه گیلان فاش میگویم ای برادر زاده، تو با ما چه کردی؟ چرا پیلک روی هم گذاشتی و خانه و کاشانه من و این دختر را به طرفت الان به باد داده؟ چشم دیدن سعادت غیر خودت را نداشتی که از جفت خود تاگم کرده، زخمم زده، داغم کرده. زبان به دهن بگیر مریم سلطان. جناب مرشد کامل سعه صدر دارند، جناب همایونی آنات این ضعیفه هنوز به قاعده نیست. نه گنیز خان بی بی، دینی ما هم از سنگی خارنی. شاه حال رعیت ناچیز را باید بفهمد. چی رسد به بی بی خانم ما مریم سلطان که دیگر جای خود دارد؟ چه کنیم که در اون چی اتفاق افتاد مجبور شدیم میان ملاحظات خویشاوندی و وظایف پادشاهی شکل دویم را اهتمام کنیم؟ شما گل بهار خاتم. جناب همایونی، الحال بهتر است بی بی من را ببرید تا بیشتر استراحت کند. حکمان با مصاحبت شیرین سخنی چون شما حتما کام ایشون هم شیرین می شود.
به روی چشم. بفرمایی شاهزاده خانم، هر فرمایشی داشته باشید، گلبهار چون خواهر کوچکتر در خدمت شما است. بفرمایید. تو بمان گل رو سلطان. هرچی جناب همایونی میگویند بگو چشم. برویم. آی صافی میرزا، شیطان بچه، بیا اینچه ببینم. این ماتلت که میبینی عروس آتیه ای توست. فیلحال به گد و گواره از تو جسیم تر است. اما اوزا که اینطوری نمی ماند. سی چهار سنبول از تو بزرگتر است که نقدی نیست. ما هم در نوبت اول نکاح با عروسی بی هیچ نرفتیم که از خودمان بزرگتر بود. به این دختر میرسی، سردست بلندش میکنه. بگذار وقتی جای پدرت بر تخت نشستی اون وقت لاف گهار بزن. حالا که باور نمی کنید شما نشون میدم. بیست دختر ببینم. شیم کسی